سلام به همگی، امیدوارم حالتون عالی باشه. توی این ویدیو میخواییم با هم پتوس رو تکثیر کنیم و رشدش رو توی چند تا بستر کشت بهتون نشون بدیم. پس با ما همراه باشین و از این ویدیوی جذاب لذت ببریم. بستر کشت اولمون خزه است که باید قبل از استفاده اونو بشورین و بهش قاشقش بزنین. ترکیب کوکوپیتو پیلی توی گلدون زهکشدار، بستر دوممون و بستر آخر هم پیلی توی گلدون شیشه ایه. خب بریم که شروع کنیم. پتوس از طریق قلمه ساقه تکثیر میشه، یعنی بین هر بند از ساقه رو باید برش بزنین. اگه میخواین قلمه هاتون آویز باشن میتونین اندازه اونا رو بلندتر انتخاب کنین. به این شکل میشه. حالا قلمه ها رو برش میدین و اضافه های ساقه رو هم حذف میکنین. این کار باعث میشه قلمه ها خراب نشن و به اصطلاح نگندن. یادتون باشه که قیچیتون رو حتما قبل از این کار استریل کنین. بهترین فصل تکثیر بهار و تابستونه، اما اگه شما بتونین شرایط گلخونی رو برای گیاهتون به وجود بیارین میتونین توی بقیه فصل هم این کار رو انجام بدین. در نهایت قلمه ها رو توی بستر کشتی که انتخاب کردین قرار میدین. ما بستر کشت خزه رو هم امتحان کردیم، اما متاسفانه نتونستیم رطوبت خزه رو به خوبی تأمین کنیم و جواب مناسبی نگرفتیم. ولی بعداً تخصصی تر روی این مورد کار میکنیم و یه ویدیو راجبه ضبط میکنیم. ترکیب کوکوپیت و پرلیت باعث میشه بستر کشت سبک باشه و ریشه ها به راحتی حرکت کنن و رطوبت در عمق خاک حفظ بشه. یادتون باشه که به صورت مداوم رطوبت خاک رو با اسپری کردن آب حفظ کنین. اینم از گلدون دوممون. پرلیت اگه درون گلدون زهکشدار قرار بگیره به سرعت خشک میشه، اما توی این ظروف آب مدت بیشتری باقی میمونه و توسط پرلیت جذب میشه و به تدریج در اختیار گیاه قرار میگیره و همچنین از گندیدن قلمه ها جلوگیری میکنه. پس میتونه یه انتخاب خوب باشه. بعد از اینکه قلمه ها رو داخل ظرف قرار دادین به اندازه 1/3 ظرف روی اونا آب بریزین، یعنی به این مقدار. در نهایت روی قلمه ها آب اسپری کنید و اونا رو کاور کنید. خوبی ظرف شیشه اینه که میتونین رشد ریشه ها رو تماشا کنین و همینطور جوونه هایی که توی بستر پرلیت کم کم رشد میکنن و تبدیل به برگ جدید میشن. قلمه ها توی ترکیب کوکوپیت و پرلیت هم به خوبی رشد کردن و چند تا جوونه هم دادن. بریم ببینیم ریشه کدوم قوی تره. همینطور که میبینین ریشه ها توی پرلیت ضعیف و کوتاهن، اما توی بستر کوکوپیت و پرلیت قوی تر و بلندترن و ما توی مدت زمان 39 روز این نتیجه رو ازش گرفتیم و این بستر رو به شما هم پیشنهاد میکنیم. حالا باید قلمه های ریشه دار شده رو به بسترهای اصلی منتقل کنیم که اینجا چند تا نکته وجود داره. نکته اول اینه که قلمه ها رو کناره های گلدون بکاریم تا فضای بیشتری برای ریشه دادن داشته باشن و گلدونتون حسابی پر بشه و بعدش آویز باشه. اینطوری ریختن خاک پای گلدون و آبیاری هم آسون‌تر میشه. ما قلمه هایی که داخل بستر کشت متفاوت بودن رو داخل یک ترکیب خاک اما توی دو تا گلدون جدا کاشتیم. بعدن توی ویدئوی کوتاه یوتیوب یا استوری اینستاگرام نتیجه رو بهتون نشون میدیم. قرار تکثیر گل و گیاه رو توی ویدئوهای جداگونه با شما به اشتراک بذاریم. پس اگه از این نوع محتوا خوشتون میاد لطفا ما رو سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید تا
از جدیدترین ویدیوهامون مطلع باشین. راستی، اگه دلتون میخواد تکثیر گیاهانی که توی خونه دارین رو یاد بگیرین، برامون اسم اون گیاه رو کامنت کنین تا توی ویدیوهای بعدی تکثیرشون رو انجام بدیم. موقعی که دارین قلمه ها رو توی گلدون میکارین، حواستون به ریشه های اونا باشه و مراقب باشین که یه وقتی خدایی نکرده آسیبی نبینن. و اما نکته بعدی که باید بهش توجه داشته باشین اینه که روی گیاه آب اسپری کنین تا رطوبت کافی داشته باشه و اولین آبیاری رو هم با قارچ‌کش انجام بدین تا گیاهتون دچار مشکلات قارچی نشه و بتونه تمرکزش رو روی رشد ریشه و برگ‌هاش بذاره. اینم از این گلدونه جدید و خوشگلمون. و نکته آخرم اینه که روی گلدون رو با ظروف پلاستیکی مثل این و یا نایلون بپوشونین تا گیاه حس کنه توی گلخونه است و بتونه خودشو به محیط زود عادت بده و دچار شوک نشه. سرعت جوون زدن و رشد کردن گیاه با کاور کردن فوق‌العاده است. بعد از چند روزم میتونین کاورها رو بردارین. امیدوارم این کار رو توی خونه انجام بدین و ازش لذت ببرین. مرسی که با گلون همراه بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود، لطفاً لایکش کنید و نظراتتون رو با ما در میون بذارین. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.